خیلی خوب شروع کنیم بچه، در خدمتون هستم با قسمت بعدی انگار کاتلین بروزر که قسمت کاملا گنده یه تقریبا میشه گفتش، ولی خلاصش بخوایم بکنیم میشه همون کاتلین جاوا اسکریپت خودمون. سریع میپرسم، سریع رد میشم چون خیلی چیزا میخوام بگم. چند نفر جاوا اسکریپت داریم اینجا؟ جاوا اسکریپت کار داشته باشیم، کسی کار کرده باشن؟ با ریاکت کار کردین شما؟ با ریاکت کار نکردین؟ خیلی خوب، پس میدونید جاوا اسکریپت چجوری کار میکنه ولی با ریاکت کار نکردین. خیلی خوب، اولین چیزی که میخوام شروع کنم، میریم سمت کاتلین جاوا اسکریپت. کاتلین جاوا اسکریپت یک قسمتیه که انگار خود انگار کامپایلر کاتلین پشتیبانی میکنه و تارگت جاوا اسکریپت، یعنی شما کد کاتلین که مینویسین تبدیل میشه به کد جاوا اسکریپت. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که تمام اون ویژگی هایی که کاتلین داره، مثلا تایپ سیف بودن، نال سیف بودن، این چیزا رو تو این داخلش داریم و به اضافه چند تا ویژگی دیگه که حالا بعدن آخرش مینویسیم. کجا میتونه استفاده بشه؟ دام المنت ها و قسمت گرافیک المنت و وب جی ال و این چیزا و حتی سمت سرور هم میتونی ازش استفاده کنی به عنوان نود جی اس و این چیزا. خب اولین چیزی که میخوایم بریم ببینیم که آقا چجوری پیاده سازی میشه، چجوری میتونیم باش کار کنیم. خیلی ساده است، این کلا این قسمت رو میخوام یه جوری بگم که کامل بفهمین کسایی باشن که از این وقت کاتلین جاوا اسکریپت کار کنن. خیلی خوب، روی تراژدی کلیک میکنیم، روی قسمت گرادل وقتی انتخاب کردین، اینجا هم کافیه که فقط کاتلین جاوا اسکریپت فور بروزر رو بزنین. البته تا همین دیروز من فکر نمیکردم نود جی اس نیست ولی خب مثل که هست. اینجا گروپ آیدیش رو مینویسین. من عذر میخوام از بچه لاک کتی ولی خب اینجا کاتلین فارسی هم مینویسم دیگه. بعد چی؟ ای جان کاتلین جاوا اسکریپت و ورژنش هم بحث به عادت میزنم 0.1.0. نکست میگیم جلو، نرفت جلو، دوباره میزنیم که رو جلو و اینجا میشه کار انجام نمیدیم. آشا داره سیف میشه، توی بعدا میتونیم ببینیم، نگران نباشیم، هیچ کار خاصی هم نبود، فقط چند دکمه نکست زدیم. بعد یه پیشنهاد دارم که نمیدونم چرا ولی ورژن جدید اینتلیجی آی دی ها حتما بزنید ایندکسینگش کامل تی بشه. جدیدم میگه باگی میخوره ایندکس اگه تی نشه پروژه رو باز کنیم مشکل داره میشه. یه پروژه میسازه براتون که مثل الان مثلا که کامپایل نشد، نذاشتم کامل رد بشه. چرا 1.3.4 رو میخواید دانلود کنی؟ سلام. خب خدا شکر اینترنت هم وصل کردم. دیدین هر موقع عجله دارین کلی مشکل پیش میاد، یه موقع که میخوام پروژه رو تحویل بدین دقیقاً. آره لایف کد شما نداریم ولی من خیلی دلم میخواست لایف کد بزنم سری اینجا. خب دیگه چه خبر؟ خوبه؟ نه دیگه باید بیاد بالا. حتی فایلاش هم گفتم دیگه ایندکسینگش کامل نشده بود، نساخته بود. احتمال زیاد همین اتفاق میافتاد. من اینجا اینم میزنم که لایبری ها چیز هشتم کامل بزنم این لایبری ها. خب بعد یه چیز دیگه جدیدم بگم، این ورژن که داره دارن میکنه 1.3.40 همین دیشب اومد ویژن جایده کاتلین که آمد. بله هنم تمام شد؟ نه تمام نشد. خیلی الان یه پروژه میسازه، یه پروژه گرادله که شما میتونید کد کاتلین بنویسین داخلش و وقتی بیلد رو میزنین کداتون تبدیل میشه به کد جاوا اسکریپت که داخلش میتونین شما کنار پروژه، مثلا کنار پروژه کلاینتتون که یه دونه فایل ایندکس دات مثلا HTML و مثلا چند تا CSS دیگه مثلا کنارش استفاده کنین ازش بهره ببرین. بعد مورگر رو ساپورت کنن؟
نه 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 نکن اصلا نکن فایل جاوا اسکریپت تبدیل میکنه. آره ولی خب دیگه الان واقعیتش که فکر میکنم همه رو سپورت میکنن، به پایین ترینش بده میکنم ورژن 6 تبدیلش میکنم. واقعیتش دنبال اینش نرفتم ولی خب فکر میکنم چیزی نباشه که سپورت نکنم، چون هیچ ارائه ای نداد، هیچ جایی چیزی نگفتم. سخت نگیر. یه جا میخوریم اینه ننوشته دیگه میگه آقا این پروژه من اینا رو جواب بایت کد اینا میگنن بایت کدی اینا کار میکنن. خیلی خب اینم که زدم اوکی میزنیم و پروژه مون ساخته میشه. پروژه همون که ساخته میشه پروژه ساده یه رده، من سریع یه دونه میسازم اینجا به عنوان مثال مین و داخلش هم یه دونه مین کوچیک دیگه مینویسیم و مینویسیم مثلا یه هلو ورد برامون چاپ کنه. هلو ورد اوکی. خب و بعدش وقتی بیلدو میزنیم و منتظر ما میسیم که برامون بیلد کنه، آره دیگه نه نه این مثلا تفاوت که داره باهاش اینه که بعد بیلد بشه. البته خب تایپ اسکریپت هم شما استفاده کنین بیلد داره، یعنی خیلی از زبونه هستن که جاوا اسکریپت یه سری مشکلات داره، اومدن اون مشکلات رو بهبود بدن و خب برای همین شما مثلا نیاز به بیلد دارید. واقعا نمیدونم چرا اینقدر طول میده. خب الان که براتون بیلد کنه، حالا کناش میاد یه دونه فولدر دات بیلد مثلا طبق معمول براتون میسازه، داخل اون اگه وارد فولدر بشی فایل انگار چیزمون رو پیدا میکنیم، فایل انگار جاوا اسکریپتمون رو پیدا میکنیم. ولی خب بدی اینه که اون فایل یک چیز دیگه مخصوصا تو گرادر یادم رفت اینجا بهتون نشون بدم، اینه که ما از یه کتابخونه داریم استفاده میکنیم، کتابخونه کاتسون استاندارد لایبرری جاوا اسکریپت، که این داخل اون فایل نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب مسلمه ما داریم از یه دونه گرادل استفاده میکنیم، گرادل هم هیچ شناهی با جاوا اسکریپت نداره و خب عملا داره اون فایل کاتلینی که ما اونجا مینویسیم تبدیل به جاوا اسکریپت میکنه با استفاده از چیز خود داخل خودش. ولی خب این ایمپلمنتیشن هایی که داخلش ما انجام دادیم اینا خودشون یه فایل جرن که اینا بیلد نشدن به فایل جاوا اسکریپت. اینا کارو بعد چجوری انجام بدیم؟ خود انگار داخل اینتلیجی خود انگار جت برینز اومده گفته میگه آقا این تیکه کدو بردار اضافه کن بهش. حالا ما این تیکه کد رو ور میداریم اضافه میکنیم بهش، ولی مشکلی که داره اینه که بازم وقتی بیلدش انجام میدیم میبینیم که این دوتا فایل دوباره، این یه دونه فایل دوباره چیز نشده، دوباره انگار جاوا اسکریپتش بیلد نشده. دلیلش چیه؟ چون بوده که این یه کوتاهی که بوده که شرکت جت برینز انجام داده و اینو برای کامپایل نوشته. اینجا اگه نگاه کنین اینجا ما میگیم اینایی که فقط کامپایل بشن. من اومدم یه فورک دادم بهشون گفتم آقا این مثلا این تیکه عوض کنیم بهش اینو بذارین و دیگه مشکلتون حل میشه، ولی خب هنوز ویوش نکردن نمیدونم چه اتفاق انجام میشه. بعد از این میخوایم از اون استفاده کنیم. برای استفاده کردنش یه دونه فایل index.html میسازیم، اسمش رو مثلا میذاریم kotlin.js و توجه کنیم که هنوزم بیلد نشده. و حالا من میدونم اونا رو که بسازین شما چه اتفاقاتی میفته من میدونم، میاد داخل همین تیکه کدتون اسمبلی وبتون برمیگرده میگه یه فولدر بسازه به اسم وب کنار ایمپورت کنار شاخه اصلیتون و تمام اون فایل های جاوا اسکریپت داخل اون بنویس. خب من میدونم هودن چیه، بادر همین اینا رو داخل یه ذره مرتب میخوام بشه این فایل index.html میمارم داخل فولدر www. اوکی بعد اینا داخلش میذاریم و خب می‌نویسیم اسکریپت و اینجا سورسش هم می‌نویسیم. سورسمون رو برمیگردیم میگیم برو تا یا شاخه قبل وب پیدا کن و بعد از اینکه وب پیدا کردی kotlin.js رو پیدا کن که این فایل استاندارد kotlin اونجا می اضافه می‌کنه. بعد از اون یه فایل دیگه هم داریم دیگه، مثلا به عنوان مثال الان پروژه‌مون kotlin.js درسته kotlin.js
دات جی اس هم برامون میسازه، اونم میگیم استفاده کن. حالا این برای برای بعدن که استفاده میکنیم، معمولا اگه با فریم ورک مثل ریاکت، انگولار، آیونیک این چیزا کار کرده باشیم، میدونید که شاخه اصلیشون که وب، یه دونه element دیپ وسطشون دارن که بهش میگن روت و اونجا شروع میکنن به گسترش کلا یو آی. ما هم همین کارو انجام میدیم، میایم میگیم که وات ریکوست بلاک تو اوکی، میایم میگیم که بیای برا ما یه دونه element روت با آیدی روت بساز. و خب ما میریم اینجا دوباره خیلی خوب بچه این کار براتون انجام میده و بعدش هم میتونیم خب من یک بار دیگه هم میفهمن نمیشن بچه ویژن قبلی گرد کاتین چند بود؟ یک سه سی بود؟ خب میتونیم کار دیگه بکنم. بچه من میخوام یه ذره کار سریع‌تر انجام بشه. کاتلین جاوا اسکریپت فور داریم اینجا از کامپایلر خود انتلیجی آیدی استفاده میکنه، هرچند این کار پیشان نمیشه ولی خب این کار رو انجام میدیم. مین و دوباره میایم بیلد میکنیم، مینویسیم که مین اسوتی هلو ورد و بعدش هم دوباره یه دونه فولدر رو در درده میتوزیم اینجا و اون رو کنارش میذاریم که فایل HTML رو به اسم ایندکس اضافه کنم. و خب یه بار بیلد رو میزنیم. این دفعه دیگه مشکلات مثلا اضافه کردن کتابخونه مثلا جاوا اسکریپت استاندارد لایبرری کاترین دیگه نخواهد داشت. و وقتی بیلد انجام میدیم داخل فولدر اوت پروداکشن کاترین جی اس یه دونه داریم کاتلین جی اس چیز من فایل من و یه دیگه کاتلین دات جی اس، اینو داخل این میریم و مثل روش قبل دوباره اضافه میکنیم. میگیم برو داخل فولدر اوت، بعد برو داخل پروداکشن، بعد برو داخل کاتلین جی اس اس، بعد برو اونجا فایل کاتلین جی اس استفاده کن. قبل از اینم بعد البته اینجا من برم داخل فولدر لیب و کاتلین جی اس استفاده کن. خیلی خوب جانم ات حفظش کن دیگه میسز برای کنم. خوبه؟ کاش از اول میگفتم نه؟ ساری خیلی خب اینا رو اضافه کردیم و بعدش هم یه دونه element root هم میسازیم که این به دردمون میخورم. خب اینجا میزنیم print hello world و داخل اونم ازش استفاده کرده. حالا کافیه که بریم ایندکسات HTML مون رو باز کنیم صفحه‌شو. داخلش که باز میکنیم میبینیم که اشتباه املایی کجا داشتم؟ درسته؟ جانا؟
هلو ورلد اینجا چاپ کرد. اوکی این یه چیز ساده ترینش بود. حالا میخوایم یه ذره اون المنت رو بزرگترش کنیم، استفاده کنیم ازش. میریم اونجا بنویسیم یه وریبل معمولی روت برابر است با داکیومنت. اینو تا حالا نمیدونم جاوا اسکریپت کار کردین یا نه، این سینتکسش دقیقاً مثل سینتکس خود سینتکس جاوا اسکریپته. میزنیم داکیومنت گت المنت بای آیدی و اونجا آیدیشو بهش میدیم، آیدیش هم روت درسته. و بعدش بعد از اینکه بهش دادیم میدونیم، من الان میدونم که این در میاد، میزنم روت چون مدلی که ممکنه نالم داشته باشه یعنی HTML بهش میدم و خب میخوام بهترین استفاده ازش بکنم. در نتیجه میگم که هر دفعه چرا خیلی خب یه H1 میسازم داخلش، مثلا میسازم هلو، بعدش هم H1 دیگه چهار وقت دارم 40 است بچه. من بعد از این میرم رو سراغ کاتن ریاکت که خیلی دیگه طول میکشه و بعدش هم که از این بیلش کنم میبینیم که هلو اینجا شاب شد. این بیسیک ترین کاری که میشه بود که میتونیم با یه دونه کاتن جی اس انجام بدیم. بعد از اون اومدن، حالا من میخواستم کاتنیس HTML هم معرفی کنم ولی خب وقت نمیشه. اون المنت ها رو دیگه به اون طریق مزخرفی که الان من اینجا نوشتم یه دونه تکست بهش پاس دادم، اینجوری پاس نمیدیم. قشنگ میتونیم بنویسیم به صورت هم DSL تور، بنویسیم div a مثلا با inter html inner html فلان مثلا با 10 فلان، نه همه رو مستقیم خیلی راحت میتونیم براش تعریف کنیم.